سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو جدید. بعد از فکر کنم دو هفته اومدیم با نجات علی دایی. دیگه چی بود؟ کریر با علی دایی بود، انقدر نجات بود. آه خیلی خوشحالم که امروز اومدم پیشتون و اگه میبینید یه ذره انگار سیست سمستون و فرق داره، چون من اکثر موقع ها ویدیو هم مثلا 6 و 7 عصر به بعد میگیرم. الان ساعت 3 ظهر اومدم دارم ویدیو میگیرم به خاطر همین مورده. و یه نکته دیگه، علی دایی رم به زودی دوباره روندمون میشه همون یه هفته یه بار، به خاطر اینکه داریم الان نجات میلان یه ذره بیشتر میذاریم که تموم بشه، که بعدش نجات جدید شروع بشه، روند میشه مثل ثابت، همه چی دیگه میره رو روال. اصلا من اینجوری میشم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و کامنت و سابسکرایب به هیچ وجه یادتون نره بچه‌ها. ببینیم، آقا اینو یادم رفت بگم، چشمو باز کردم دیدم شدیم 19K سابسکرایبر. چی بگم من به شما؟ دمتون مشتی گرمه، خیلی مرسی. و حتما چک کنید که منو سابسکرایب کرده باشید، که اگه ساب نکردید سریعتر برسونیم سابمون رو به 20K. خیلی میتونه جذاب باشه، هیچ وقت واقعا فکر نمی‌کردم که نمیدونم چی بگم اصلا. خب آقا خوش اومدید به تیم خوشگل نیوکاسل، که البته من خیلی راضی نیستم از یه جاهایش. الان با هم میریم در موردش یه ذره صحبت میکنیم. امروز بریم دو سه تا تصمیم مهم بگیریم. یه ذره من اون روز نشستم فکر کردم، گفتم آجی چرا بمونم تو نروژ؟ مثلا من نروژی ام که ارقی به نروژ داشته باشم؟ حالا با اینکه یکی از عشقای زندگیم، یعنی یه روز دعوا یه روز عاشقی، یه روز میاد پیشم یه روز میره از پیشم. واقعا این اودگارد آدم مریضی، آدم عاشقی نیست. بچه کسایی که هی رهاتون میکنن هی برمیگردن عاشق نیست. اینا حول هستن، آدمایی هستن که در لحظه چی دارم میگم خودتون میدونید. به خاطر همین موضوع امروز واقعا جدی بهش فکر میکنم. بذار همین الان بهش فکر بکنیم. نروژ تیمش بد نیست، اما واقعا دوتا از ستاراش فقط هالند و اودگاردن. من میخوام ببینم یه تیم دیگه میتونه بهمون بیاد پیشنهاد بده که ما توی جام جهانی با اون تیم حضور داشته باشیم. خیلی میتونه جذاب باشه. به خاطر همین موضوع هم امروز میخوام استعفا بدم از تیم ملی نروژ. برای اینکه از تیم ملی جدا بشید میایید تو بخش آفیس، اینجا ریساین نشنال تیم، یعنی اینجا استعفا میدید. اینجا اگه یس رو بزنید دیگه سرمربی نروژ نیستید. من واقعا فقط به خاطر اودگارد قبول کردم. این حرفو نگفته بودم، خیلی وقت بود که بهش اشاره نکردم. خیلی به من دایرکت میداد، میگفت بیا سریعتر بیاد، نمیتونم بدون تو. ولی وقتی که اومدم دیدم تو رخکن با هالند بیشتر از من صمیمیه. نمیدونم دیگه سرمربی نروژ نیستیم. ریدیم تو نروژ سوز نکرد، تقصیر ما هم البته نبود. ما کلا دو سه تا بازی بیشتر نبودیم دیگه، از ما چه انتظاری؟ میخوایم والا ما انگلیس هم ببریم. انگلیس شرفمون رو برد. یه نگاه هم به ترکیبمون بندازیم بچه‌ها. میبینیم که رومرو، سنت ماکسیمین، ویلوک، آدیمی رو داریم که من از هر چهار تا بازیکنی که اینجا هستن رضایت دارم، بازیکن خوبی هستن. از هافکمون اصلا راضی نیستم، پول زیادی برای خرید هافک درست و حسابی نداریم، یعنی نداشتیم که من بخوام بخرمشون. یکیشون لانگ استافه که بازیکن بدی نیست توی واقعیت، ولی توی فیفا استاتساش اصلا با متای بازی جور نیست. از دفاعمون هم حدودی راضی ام. این لویس دفاع چپمون رو یه ذره باش شاکی ام کلا، وگرنه که کلا سه تا بازیکن که زیاد الان باشون نیستم، یکی هایدن، یکی لانگ استاف، یکی لویس. این سه تا برن و ما بتونیم جایگزین براشون بیاریم، فوق العاده میتونه باشه. حالا بذار این پارتو ببینم و اگه موقعش رسید شاید ازتون خواستم بهم بازیکن پیشنهاد بدید. این بازی یعنی کویک سیم بکنیم. من میگم بذار دقیقه اینو ببینیم که تیم ما از ما چه چیزایی درخواست داره. اصلا از ما درخواست این که بریم EFL چیزی کسب کنیم داره؟ فقط به ما گفته که مید تموم کن، فینیش مید تیبل، یعنی وسط جدول کارتو تموم کن و توی FA کاپ ریچ راند آف 16 که ما الان داریم میریم EFL، یعنی اصلا این جام براشون مهم نیست. به خاطر همین موضوع من کویک سیم میکنم. ما خیلی بازیکن خوبی داریم. مید ترکو بزن. آدیمی بچه، آدیمی رفته دورتموند، لذت ببر شما. بچه یه سوال از شما دارم. من معمولا مثلا الان یه ساعت و نیم ایناس بیدار شدم، چیزی به من پیشنهاد بدید من بخورم، مثلا نمیدونم دمنوشی، چایی هم بخورم صدام باز میشه؟ اینو جدی من نمیدونم، بنویسید برام چیکار کنم که بتونم بیشتر ویدیو بگیرم، زورم بتونم ویدیو بگیرم. امروز استثنا زور اومدم ویدیو بگیرم، حتما بنویسید برام. اوه ویجت بار پیش واسه میرم، میگه بهم بگو که میخوای به من بازی بدی یا نه. میتونم بهش بگم اپولو جایزنیم، عذر میخوام، یعنی این کارو برات نمیکنم. میتونم بگم یور تایم ویل کام و بهش انرژی بدم، بهش گفتم یور تایم ویل کام. یکی از بازیهای خیلی نات مهممون بهش بازی میدیم. ویجت جای این حروم زده مورفی بیاریم، گناه داره. بهش میخوام بازی بدم، بهش بازی میدم. سمستون انقدر آدم دل رحمیه. من بچه های فامیلمونم که میمدن خونمون، مثلا میگوندستان بده با دستگاهت بازی کنیم، یه پسی بهش میزدم بودم گم شو برو اونور. آقا رسیدیم به بازی با آرسنال. آرسنال و عشق است. لباسش تو همومه، شستم لباسشو، انداختم بشورم، نمیدم شستم یا نه، برم ببینم اگه نشستم بپوشمش، میتونه جذاب باشه.
خب دوستان عزیز چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. سمسترون آمد و دقیقاً لباس دومشون اینی که الان تن منه رو جلومون پوشیدن. بازی تو زمین ما شما به نظرم با همون کیتامون هیچ جوره به هم نمیخوره. مگه اینکه مثلا این آبیه رو تو خونه خودمون بپوشیم، اونا هم اینو تو خونه ای ما بپوشن. یعنی ما با تیم اصلا نه منطقی نیست، ولی خب میخوام این کارو انجام بدم. برو بریم آقا برای بازی. و دوست ندارم با علی دایی توی لیگ جزیره مربیگری کنم، و چون لیگ جزیره خیلی بودیم، دوست دارم اینجا خودم رو نشون بدم که متوجه بشم من با یه تیم ضعیف میتونم خوب کار کنم. از لالیگایی، مثلا از رئالی، از بایر مونیخی، از دورتموندی کسی پیشنهاد بگیریم، با علی دایی بریم اونجا مربیگری کنیم. خیلی اینو دوستش دارم. و حالا شاید چرا بگید مثلا اسم بارسا نه، چون بچه بارسا ما باش نجات رفتیم. تیمایی که باشون نجات رفتیم دیگه اگه پیشنهادی هم بدن من قبول نمی کنم. مثلا با آرسنال الان پیشنهاد بده، اوه آلن شیدر، عشق من، بچه‌ای که جورنی یادشونه آلن شیدر همش واسه الکساندر توییت میزد. آره داشتم میگفتم مثلا با آرسنال بده نمیریم، بارسا بده نمیریم، الان داریم یه نجات میلان اگه پیشنهاد بده با علی دایی نمیریم، میریم تیمای جدید. و من خودم سه تا تیم بهتون گفتم، دورتموند، بایر مونیخ. بیشترم بین بایر مونیخ و دورتموند، دورتموند. چرا؟ چون تیم ضعیف‌تری نسبت به بایرن داره و درست کردنش جذاب‌تره. و رئال مادرید هم میتونه جذاب باشه. این سه تا تیمو تو این پارت بهتون گفتم که تو ذهنتون داشته باشید. و ترکیب زیبای ما، آروئلا، کاستیلو، شور، واردیول، لویس، لانگستاف، هایدن، ویلوک، رومرو، سنت ماکسیمین و کریم آدیمی. چقدر جذاب این تیم. لباس آبیشون هم خیلی قشنگه، پیدا کنم شاید اینم بخرم. جدی لباس آبی نیوکاسل قشنگه. و اینم از آرسنال که لیواکوویچ رو گذاشتن، موکیله، دفرای، باتمن، نونو تاوارز، بایاکو ساکا، ماتئو نونز، ژاکا، اون یکی نمیدونم چون من بارنز بود و اودگارد بود، اون اودگارد حرومزاده. آقا برو بریم برای بازی. بازی داره به صورت زنده از ورشگاه نیوکاسل آرنا برگزار میشه، همون ورشگاه که عرب ها خریدن توی بازی، توی واقعیت فکر همون ورزشگاهی که از قدیم بوده، حالا احتمالاً در آینده یه هزینه هنگفتی بدن و اونجا رو هم درست کنن. واردیول روش کره است، کره پاسو میده، واردیول چه خوب توپه، اودگاردو گرفت، یه پاس، وجود افرای هم هست، به ذره باده قط بازی بکنن، میتونن پیروز این بازی باشن. آرسنالی ها رو عرض میکنم، نیوکاسلی ها که فعلا چیز خیلی خاصی ازشون ندیدیم، خیلی تاکتیکی دارن بازی میکنن. لانگستاف یه ضربه زد، ضربهش هم بد نبود، اما خورد به بازیکن آرسنال. اینم علی دایی که خیلی وقت بود تو چنل استمسترون دیده نشده بود، و میبینید که خیلی سفت و سخت داره بازی رو نگاه میکنه، چون دیده آرتتا چه ترکیب هجومی رو بروش چیده. رومرو خیلی بازی سنگینه، خیلی بازی سنگینه، و آرسنالی ها رو میبینی که موقعی که توپ نیست توی تو زمینشونه انگار دارن اتوبوس چیدن، نمیتونه حمله درست حسابی ترتیب بده نیوکاسل. ویلوک، لانگستاف، یه پاس وسط پایان نیمه اول به صدا در اومد. نیمه فوق‌العاده جالبی بود، خیلی خوب بازی کرد آرسنال، فوق‌العاده بازی کرد. و برام جالب بود که ما کلن، من همیشه تیم حریفمون پاس بیشتری نسبت به من داده، من تونستم که پوزیشن رو نگه دارم واسه خودمون. خوبه آجی رومرو، اگه بتونی از این درست و به صرف موقعیت بسازی، حلال پسر، بکوب، فوق‌العاده بود، توی دروازه، توی دروازه، یه گل فوق‌العاده. متی چرا داری وسط گل زدن به من زنگ میزنی؟ قربونت برم آخه. ببین یه اشتباه چوسی واقعا، نگاه همین الان اشتباه کردم، خدا رو شکر که گل نشد، ولی واقعا اشتباه چوسی، یه گل مزخرف بهت میزنن، حواستو جمع باید بکنی. واقعا با این تیمش نیوکاسل من بعید میدونستم بتونن یه دونه به آرسنال واقعا بزنن، تیم خوبی ندارن اونچنان، جای رشد زیادی داره این. ولی علی دایی سمتیاز رو برو این تیم بگیره، خودش فوق‌العاده است. شپر شورز، خدا رو شکر، خدا رو شکر. دقیقه 70 بازی، لانگستاف داداشش به بازی میاد، اون یکی لانگستاف،
ماتو لانگستاف بیرون میاد و جاش سین لانگستاف به بازی میاد. خط بلندتری داره ولی فکر کنم اوورالش پایین‌تر باشه، داداشش پیرتر از اون یکی برادرشه. یه پاس میدن اون بالا برای کاستیلو. فوق‌العاده بود این صحنه. چی جوری خالی کردن بابا، چقدر بد بود این حرکت آخره نیوکاسلی ها. یعنی این گل زده بودی که تموم بود، یعنی آرسنال هیچ جوره نمیتونست به برد فکر بکنه، شاید ته تش به یک 2-1 میتونست فکر بکنه. لانگستاف اشتباه، خواستم بزنم یه جا. کلن گلرتون رو نیارید جلو. انا روشه مقابله کردن رو به روی این آرسنال اینه که پاسکاری بیش از حد انجام بدید. یه کامک فوق‌العاده جالب خوردیم. نمیدونم گلامون، خیلی گلایی که خوردیم گلای قشنگی بود، منطقی بود، واقعا منطقی بود. و چندمیم الان تو جدول؟ میشه به من نشون بدیم؟ ما 11امیم با یه دونه باخت، رتبه 7 اومدیم 11ام. برو بریم برای این بازی. یه بازیم که دیگه گریه میکنم. مرسی که یکیچ تونست نیوکاسل برنلی رو ببره. ممنون از همه. و ما اومدیم رتبه 9. اون بالا 93. برام جالبه که خیلی از علی دایی مثل این که راضین. میریم برای بازی رو برو لستر. اوکی، فصل رو زودتر با نیوکاسل ببریم جلوتر. من میگم این بازی رو کویک سیم بکنیم. اگه مرد برد باشیم داداش، لوکا رومرو، سنت ماکسیمین، جوئلینتون اسمش زره برای من سخت بود، هیچ وقت درست حواسم نبود به اسمش، ولی 3-0 بردیم. بریم برای بازی با لیورپول. این که دیگه خیلی سخته، خیلی سختن این پلیای مقداری. بریم ببینیم چیکار میکنیم. تاپ اسکور لیگم محمد صلاح با 13 گل. نیوکاسل بعد نتیجه نگرفته خدایی توی این رقابت ها. گیم پلی چرا؟ آره از غیر گیم پلی نتیجه بدی ثبت نکرده. کاستیلو یه پاس خوب، رومرو باورم نمیشه که چجوری این توپ گل نشد. اینم یورگ کلوپی که پشماش ریخته از سبک بازی علی دایی. هالیوود پر شورت پاسش نباید اینقدر محکم. خیلی خوب بود خدایی، ببین فکر مثلا یه پاسو بده یه هو تا نظر ما برسیم. نه خدایی منطقی بود. یه فرصت رومرو و تویا دروازه، چه گل قهاجی، خدایی خوب بود. خیلی حال کردم ما پاسکاریمون. اگه پاسکاریه رو یه بار دیگه صدا سیمای انگلیس به صدا سیمای انگلیس نه کن چی جوری اونجا پاسو انداخت. ضربش هم خدایی دیگه خوب زد این سری رومرو. گل زد رو به روی لیورپول. هواداره لیورپول باورشون نمیشه که این بازیکن بهشون گل زده. خیلی ها او رو به مسی دو میشناسن. تو واقعا تو مسی خیلی راه داره این بازیکن. لانگستاف میده برای هایدن. هایدن نمیدونم آفساید بود جا. چه گل مشتی زدیم، ولی آفساید بود، ولی خیلی تمیز کریم آدیه میبینی تو ضربه زد. جدی میخوام یه بار دیگه ببینمش. حاجی نگاه کن، تمیزترین گلی بود که دیده بودم. یاد اونجا فرصت صلاح اومد جبران کنه گل آدیه می رو و نتونست. عالی بود اینجا تو گیریش، اما هر طور شده خیلی عالی، خیلی عالی اصلا. هی بابا نمیدونم چرا هر گلی میزنن من فشاری میشم. یه پاس خوب برسن واقعا میتونه جذاب باشه. یه ضربه با آدیمی جبران کرد. آدیمی چه ضربه خوشگلی به توپ زد. میره جلو هوادارانشون و واقعا باید افتخار کرد به کریم آدیمی. پاسو واقعا خوب زمینی داد توپو و ضربه خوبی هم به توپ زد. یه بار دیگه ببینیم ضربه تحقیر کننده به آلیسون بکر. یه پاس خوب
زده حمله مشتی، زده حمله فوق العاده و توی دروازه، توی دروازه نمیدونه چی کار بکنه، میره سمت هواداره خودشون. خیلی لیورپول جلو بازی که سر همین بود گل زد اماجی چنگ زده حمله ای بود کلا. اونجا هم یه دقیقه نگرشم تمرکز، خدا رو شکر که توپ گل شد. بازی خامه کردم، خدایی خیلی سطح کار بالاست. سه امتیاز آجی، کم حرفی نی. دمت گرم. این چی بود آجی؟ دیدی دو ضرب گرفت. وای وای، تقصیر آخه اون آراولا هم نیستش که آخه بچه ها، تقصیر آراولا گلر خوبیه بابا، به خدا خیلی برای من توپ گیری موب گیری کرده، باورم نمیشه. بریم برای این بازی، بریم ببینیم واتفورد رو میتونیم بزنیم یا نه. خب مرسی که واتفورد، واتفورد تیم ناموسن که ما 2-1 بابا لیور 3-3 میکنیم، با اینا 2-1 میبازیم. خیلی هم مشتی هستی که پنجره نقل و انتقالاتی میرسه ما میتونیم بازیکن بخریم، اینو به ما بگید من ممنون شما میشم. ماه بعدی پنجرهمون باز میشه. اوکی بریم آجی، بریم ببینیم میتونیم اینو ببریم یا نه. بریم ببینیم، امیدوارم ببریم اینو. مرسی 2-1 میبریم. جفتش هم آدیمی زد، آدیمی کارت زردم متاسفانه گرفت. ریسکشو به جون بخریم کویکسیم بکنیم، خیلی حال میده فکر کنم. ببینیم میبریم، بازی هم تو ورشگاه تاتنهامه، بکنیم آجی ریسکشو بکنیم. وای وای فکر کنم مساویش عالی میشه. مشتی داره لوکا رومرو بازی میکنه، به نازم به این نیوکاسل، مثل که فقط تو گیم پلی واسه ما خار داره لوکا رومرو داره چیکار میکنه. چیزی که تو جدول دارم میبینم، منچستر دهم جدول هاج اینجا برام نوشته بود 15 بازی 6 برد 6 مساوی 4 تا باخت. ببین منطقیش اینه که روبرو منچستر بازی کنیم، از منچستر 3 امتیاز بگیریم، چون من نمیتونم جفتشو گیم پلی برم، قشنگ پاره میشیم. فقط بذار یه دقیقه بریم توی بخش آفیس پروفیتمونو ببینیم، ببینیم اینجا رو با شما میلان مقایسه کنید چقدر لباس فروختیم. کلا 1,000,000 لباس فروختیم، نه خدای 107,000,000 ما سودمون بوده، بعد لباس نفروختیم. فقط متاسفانه الان دارن سنت ماکسیمین و ویلوک و آدیمی لباسشون فروش میره، متاسفانه چون خرج کردیم اینجوری شده الان. آقا من این نوره رو یادم رفته بود روشن کنم و از اول ویدیو خاموش بود، من از همین جهت شما عذرخواهی میکنم. بذار بریم ببینیم تیمی که من از منچستر الان دیدم، تیم خیلی قدر و قوی نبود، یعنی نسبت به حالا خیلی تغییر کرده بود تیمش و تیم دهم جدول بودن، پشمام از این ریخته بود. نه رونالدویی بود، موبیله رو برداشت، نه فکرم رونالدو نیمکت نشینه، شاید آلن شیرر رو میبینید که تو ورزشگاهشون تصویرش رو زدن. بریم آقا بریم برای بازی، ایشالله که بتونیم بزنیم منچستر رو خدایی. این موبیله عالی بود لیب. بابا دیگه نکن این کارو با ما داداش، کجاش خطا بود؟ بابا این خطا بود جون احسام. الله اکبر، صبر به من بده، صبر ایوب میخواد. یه پاس خوب برای کاستیلو. خدایی به این میگن گل. همکاریو دیدی؟ همکاریو دیدی خدایی چی جوری گل زدم؟ ولی گلایی که میخورم پشمام میریزه. نگاه یه سانت کردم توپو برگرد، خدایی خوب رومرو دمت گرم خدایی، دمت خیلی گرم. تازه قبلش هم یکی دوتا پاس خوب داده بودم. اینم پنالتیه بابا، شرف تو خدایی اینم پنالتی گرفتی بابا. این من عادی داشتم میدویدم، به من چه یارو سپر که خودشو، علی دایی هم شاکی شده. دوتاش هم چپ زدید، دوتاش هم ما راست برید. ته جونمونو بذاریم این بازی مساوی بشه دیگه، نبازیم جلوی یونایتد. ممنونم ممنون. Keeping us right up to date.
مرسی از آرولای عزیز. لانگ استاف. آفساید. مرسی. ولی بازم گل قشنگی زدم. اینجوری بیشتر فشار میخورم. گل قشنگ میزنم ولی مثلا حساب نمیشه. اوه بود بود آده یمی. ای ای. به خدا قسم تو این سه تا گیم پلی حق منو خورد. من خسته است. خب میشاشیم جلو بابا دو تا بازی منچستر یونایتد من سیتی دو پشت سر هم انداختی الان آخه مثلا تیم ما میبره. برید دیگه بابا برید ببازید دیگه. به به خیلی منطقی بودیم مساوی. جالبه برای من همه چی. همه چی برای من جالبه. بازی بعدیمون هم که EFL EFL گفتم مهم نیست. FA کاپ برای ما مهمه. اینجا هم که تیممون خسته است. بذار ما بریم یه تیم دو بفرستیم تو زمین. اصلا برای ما مهم نیست. بذار اون پسری که قرار بود بازی بدیم بازی بدیم. کی بود این پسر ویجت؟ تو هم بیا آرولا بذار بمونه. این سی دی امامون هم مردن دیگه الان. برید تو بازی بزنید دیگه. برید ببازید. جدی حذفشیم از EFL ذره سبکتر باشیم. مرسی که با این تیم 2-2 شد و 4-3 تو پنالتی ها ما رو بردن. من واقعا میخواستم حذف بشیم چون EFL هیچ چیز مهمی برای ما نبود. FA برای ما مهم تو هدفامون هم چیز نبود. زیاد برای ما ارزشی نداشت و ما رو خسته تر میکرد. بازی بعدی رو بروی اورتونه. بریم. من میگم اورتون میزنه حسم میگه. نزنه ما رو و ما جی چقدر تیم ما خوب داره کار میکنه و من نمیدونم چرا تو گیم پلی ها اینجوری هم من انقدر چیزم. بازی بعدی با وولورهمپتون داریم. تیم پنجم جدولیم. وولور تیم 14 جدوله. این بازی رو هم بریم جدی و دیگه آره دیگه این بازی رو بریم. ساوهمپتون میمونه. میریم برای پنجره نقل و انتقالاتی و پولم نداریم درست. 13 میلیون دلار داریم. نمیدونم چیکار باید بکنیم. برو بریم واسه این بازی دیگه کار خاصی نمیتونیم بکنیم. بریم ببینیم. و 2-1 بردیم. آدیمی و سنت مکسیمین گل زدن. خیلی هم عالی. من فکر کنم میسپردم به کویکسیم بهتر نتیجه میگرفتیم. گیم پلی رفتیم شرفمون رفت. آها میگم بذار کل بازی این فصل رو بریم دیگه. بذار 31 که تو زمین خودمونرم بریم بازی بکنیم. کامل نتایج این فصلمون رو ببینیم. بریم آقا کویکسیم این بازی رو ببینیم. بسیار عالی. 2-1 اینم بردیم. آدیمی تازه پنالتی هم خراب کرد. خط حملمون خوبه بچا. نمیدونم دفاع هافکامون شاید مشکل دارن که من نمیتونم تو گیم پلی کاری بکنم. ما اومدیم چهارم یعنی نیم فصل تیم چهارم تموم کردیم. 6 باخت 4 مساوی و 11 برد با تفاضل 11. چلسی تیم ششمه. جالبه منچستر هفتمه. آرسنالی که ما رو برد نهمه و امسال خیلی اتفاقات عجیب غریب داره تو لیگ میفته و اما خب لیورپول و منچستر سیتی مثل همیشه با هم دارن اون بالا مالها میجنگن دیگه. ما سوم سهمیه بگیریم حالا کاری ندارم. من احتمالاً یک فصل خودم رو اینجا نشون بدم و بعدش برم یه تیم دیگه. یعنی پیشنهادامون رو چک بکنیم یه تیم پولدار. نیوکاسل خیلی پولدار نیست. دمتون گرم که ویدیو رو دیدید. عشق منی دوستتون دارم. قربونتون برم. خدا نگهدار.